کام روزه. سوال: آیا بهتر است مسافر در حین سفر روزه بگیرد یا افطاری کند؟ جواب: امامان مذاهب چهارگانه، صحابه و تابعین همگی روزه گرفتن در سفر را جایز می دانند. چنانچه انس ابن مالک رضی الله عنه می گوید: ما همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سفر می رفتیم. تعدادی روزه بودند و تعدادی افطاری کردند و هیچ کدام به کار یکدیگر اعتراض نمی کردیم. اما اینکه کدام کار بهتر است، باید گفت این قضیه به وضعیت مسافر برمی گردد که از سه حال بیرون نیست. یک، اول اینکه روزه گرفتن و نگرفتن برایش یکسان باشد. در این صورت روزه گرفتن بهتر است، چرا که فریضه الهی زودتر و در وقتش ادا می شود. زیرا روزه گرفتن در ماه رمضان و همراه با مردم به مراتب آسان‌تر از قضا آوردن آن به تنهایی است و روزه گرفتن در ماه رمضان بهتر از به جا آوردن قضای روزه در ماه‌های بعدی است. دو، اینکه خوردن روزه امورات سفر را بر او آسان کند، در این صورت بهتر است روزه نگیرد. سه، اینکه روزه گرفتن برایش دشوار باشد، در این صورت روزه گرفتن برایش ناجایز خواهد بود، زیرا الله می‌فرماید: یرید الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد تا شماره مقرر را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونی‌تان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکرگزارید.